دیدم عجب چیزهای خوبی داره که من یادم رفته بود. ببینید، ما دفعه پیش یه منحنی بررسی کردیم. این منحنی بود، ده تا یخبندان نشون میده، یخبندان میان یخبندان نشون میده از 1 میلیون سال پیش. وقت بعد از خودم بپرسیم، این منحنی پایین مشاهداتیه، تداهای مشاهداتیه. وقت بعد از خودم بپرسیم که خب از 1 میلیون سال پیش چه نشانه هایی داشتن که این منحنی ها تونستن رسم بکنن. حالا امروز یک کمی راجع به این نشانه ها صحبت بکنیم. یکی از اینا حباب های هوایی که در یخ های گرینلند شما میتونید پیدا بکنید، و همراه با حلقه های درختان. شما توی دنیا درختان زنده ای دارین که 2000 سال، 3000 سال، 5000 سال عمر دارن. درخت های زنده ای دارین که هنوز 5000 سال عمر دارن. یعنی اگر یک مته بگذارین و یه مغزه کوچک ازش در بیارین، به 5000 سال پیش دارین نگاه میکنین. اون وقت ضایعات این درخت ها رو میتونین در هم درخت ها و هم موجودات دریایی رو میتونین در لجن های یخ زده نواحی قطبی پیدا بکنید. الان بررسی خواهیم کرد. طبق این منحنی ها شما یکیش رو خواهید دید که مثلا آب و هوای زمین 20 درجه پایین تر از حال حاضر بوده. یخ بندان ها تا وسط های تا همین اعضای جغرافیایی ما هم تا بالاهاش آمده بودن یخ بندان ها. و اینا آثاری از خودشون به جا میگذارن. اون وقت در جستجوی این آثار، گرده ها، حلقه های درختان، حباب های یخ زده در یخچال ها در گرینلند یا در چیز قطب جنوب، اینا توی اینا آثاری میگردن. وقت یکی از این چیزهایی که علمی تر از همه است، این داستان ایزوتوپ های اکسیژن و ایزوتوپ های اکسیژنه. در طبیعت اکسیژن سه تا ایزوتوپ داره، 17 و 16 و 17 و 18. فراوانترینش 16. 99 و 1 دهم درصد، نه 99 ممیز 759 درصد اکسیژن 16. 7000 درصد 17 و 2 دهم درصد تقریبا 18. این 2 دهم درصد تقریبا میشه 1/500 اکسیژن موجود در هوا. چیزه اکسیژن 18. اون وقت در طبیعت به طور معمول این پیدا میشه. شما مثلا اگر خورشید رو بررسی بکنید، در اکسیژن خورشید در چه وضعه، این عددا رو پیدا میکنید. یا مثلا از آب اقیانوس ها متوسط بگیرین، این عددا رو پیدا میکنین. اکسیژن 17 مقدارش خیلی کمه، 0.03 درصده، چندان قابل اندازه گیری نیست. ولی 0.2 درصد و 0.3 درصد 10 برابر فرق داره دیگه. بنابراین این رو میشه اندازه گرفت. حالا صحبت اینه، وقتی که آب میخواد بخار بشه، H2O، مولکول آبی که اکسیژن 16 داره، چون سبکتر زودتر تبخیر میشه، آسونتر تبخیر میشه. بنابراین شما یه نمونه بخار آب بگیرین در بالای جو و اکسیژن 16 و 17 نسبت بهش بسنجین،
وقت این نسبت از آب اقیانوس کمتره. حالا این یخهای قطبی یا یخهای گرینلند از همین بارشی که رفته از اقیانوس بالا رفته و بعد به صورت باران در آمده، یخ در اومده و محبوس شده در اونجا. پس بنابراین نسبت اکسیژن 18 به اکسیژن 16 رو در قطب اگر نگاه بکنین، که این در گرینلند دیده شده، در گرینلند نگاه بکنین، این از مال چیز بیشتر، از متوسط اقیانوس ها بیشتر. هر چقدر یخ بیشتر هم باشته شده باشه، معناش اینه که در اون سال لایه های یخ مختلف رو برای این اکسیژن 16 و 18ش بررسی میکنین. وقت این به شما میگه که کی برف و یخ بیشتر بوده، کدام سال ها و کدام سال کمتر بوده. یه تصویری از دمایی که ممکنه در گذشته یک میلیون سال وجود داشته باشه. حالا این پارامتر رو خوب دقت بکنید. دلتا او 18. این عبارت است از دلتا او 18. ببخشید. عبارت از او 18 منهای او 16 تقسیم بر او 16. که این به این صورت نوشته شده. نسبت او 16 به او 18 به او 16 در یخ تقسیم بر او 16 او 18 به او 16 در اقیانوس، در متوسط اقیانوس ها منهای یک. مخرج مشترک بگیرین خواهد شد او 16 او 18 نمونه یخ منهای او 16 تقسیم بر او 16 اقیانوس منهای او 18 اقیانوس منهای خودش او 18 اقیانوس. این نسبت به شما معرف اینی که چقدر این نسبت در یخ و در اقیانوس متفاوته. و بعد این رو ربط میدیم به اینکه چقدر دما در اون زمانی که در اون لایه‌ای که بررسی میکنین پایین بوده یا بالا بوده. اون وقت این مبنای اونه. حالا یه منحنی نگاه بکنیم. این دلتا او 18 همون پارامتری که تعریف کردیم در 150,000 سال پیش، درسته؟ 150,000 سال پیش اون وقت این میزان اینه در بر حسب سال. مثلا نگاه بکنید در زمان حالش این طرفه، هر کدوم از این خطا هم چقدر میشه؟ 10,000 سال. 10,000 سال میشه دیگه. بله، هر کدوم از این خطا 10,000 ساله. الان 10,000 سال پیش 20, 30, 40, 50,000 سال پیش. وقت در این 10,000 سال گذشته او 18 این مقدار زیاد رو داره و بعد در 20,000 سال گذشته بسیار بسیار پایین بوده. در 41,000 سال گذشته از اینجا تا اینجا بود، تغییر میکنه. در 23,000 سال پیش بالاست. در این حالا چقدر میشه؟ 130,000 سال، 110,000 سال پیش، در 100,000 سال پیش، از روی این 110,000 سال پیش بیشتر بوده. خب حالا اینو مقایسه بکنید با یه منحنی دیگر. این تراز دریاست تا در 140,000 سال. شباهت داره به اون منحنی یا نه؟
ها؟ بله. ببینید اینا رو یک جا نمیتونیم ببینیم. ولی اگر کتاب داریم باز بکنیم، از روی کتاب هر دو در دو صفحه مجاور صد و صفحه صد و چنده؟ صد و دهه. صد و ده. نگاه بکنید. نگاه بکنید چقدر اینا با هم دیگه چیزن. هر دو مشاهدن. هم تراز دریا مشاهده است و هم چیزای دیگه. این اکسیژن 18. با هم کاملا همخوانی دارن. اون وقت ضمناً این مونانیا رو ببینین، آدمایی که نشستن این داده ها رو در آوردن، اونها رو هم تحسین بکنین. و اگر برین نگاه بکنین، آدمایی هن که آدمای معمولی سرشون انداختن پایین، یه عمر وقت صرف کردن برای اینا. نه اهل پولن، نه اهل منالن، نه برایشون ثروت میاره، نه از دنیا داره، نه از آخرت داره. ولی این آدم ها فراوونن از این کارها بکنن در سطح دنیا. خب این 20,000 سال اخیر رو اسمشو گذاشتیم هولوسن. 10,000 سال گذشته رو اسمشو گذاشتیم هولوسن. اون وقت این ساعت 50,000 ساله، خیلی بیشتر از هولوسن. قبل از اونش اسمش بود پلیستوسن، درسته؟ بله. 100,000 سال پیش، 120,000 سال پیش پلیستوسن و 20,000 سال پیش تا حالا هولوسن. اون وقت یه مونانه دیگر همین صفحه پایین میبینین، اگر داریم میبینین اونو بیارم. این مال 10,000 سال گذشته است. این همون صفحه، هر دو شکل رو میتونیم ببینیم. این 10,000 سال، 20,000 سال از اینجا تا اینجا نگاهی کردیم. ببینید این، آره این 20,000 ساله، اونم 20,000 ساله. فکر میکنم از این جاها شروع کرده بیاد بالا، یا نه شاید همونه. چقدر این میتونیم بخونیم این خط رو؟ دما بر حسب منای 50، منای 55، 45، 40، 35. بله، ببین این منای 5، 55 رو مقایسه بکنید با منهای 30. تفاوت 30 درجه دما. البته این مال گرینلنده فکر میکنم، تغییرات دما در گرینلند. در گرینلند در این مدت دما 30 درجه، 20 درجه فرق داشته. فراموش نکنیم ما امروز صحبت که داریم میکنیم، در 250 سال اخیر دما نیم درجه یا یک درجه تغییر کرده و نگرانیم که مثلا تا آخر قرن 21 بشه یک درجه یا دو درجه. اینجا ببینید که یه تفاوت 20 درجه، یعنی در تاریخ کره زمین تغییرات بسیار عظیمی در اقلیم وجود داشته. و ما الان اگر نگران نیم درجه، یک درجه، یک و نیم درجه هستیم، نگران حال خودمون هستیم، ولی زمین از این سرنوشتا زیاد داشته. یا اون منحنی بالا هنوز یه چیزی دیگر شو ببینید. این منحنی نبود. تغییر تراز دریا در آخرین دوره یخبندان 140,000 سال پیش. این تراز فعلی دریا هست امروزه. این منهای 100 متر واحدش، تراز دریا بر حسب متر. در بیشینه یخبندان سطح دریا 100 متر پایین تر از این بوده.
میتونید تصورش بکنید 100 متر پایین تر، یعنی خلیج فارسی نداشتیم که آب درش باشه، برای اینکه خلیج فارس عمیق‌ترین جاهاش مثل اینکه 60 متر این طور است دیگه. نه دریای مانشی وجود نداشته، دریای مانش فاصله انگلستان تا قاره اروپا خوش بود، برای اینکه اونم عمقش 100 متر نیست. اون وقت آلاسکا و کامچاتکا بینشون نمیدونم دقیقا چقدره تفاوتشون، به احتمال بسیار نزدیک بودن اینا به هم دیگه، و شاید طوری خوش بودن، شاید کاملا خوش بودن که آدم ها میتونستن تردد بکنن، چون یکی از تئوری های اینه که اسکیموها که در شمال کانادا هستن از طریق از چیزهای از نژادهای آسیایی هستن که از طریق باب بیرینگ، بله باب تنگه بیرینگ گذشتن آمدن. حالا اگر مختصر آبی بوده با کشتی های کوچک، قایق های کوچک میتونستن چیز بکنن. یا مثلا جزایری که در اقیانوس آرام، جزایر زیادی که در حوالی اقیانوس آرام هست، بین استرالیا و اندونزی، فراوان جزیره است، و یه خورده بریم بالا تا هوایی برسین تعداد زیادی جزیره است. میتونید بپرسین که این آدم ها در اینجا در این جزیره های کوچک چگونه در اون زمانهای قدیم مهاجرت میکردن؟ مطمئنا کشتی های بخار نداشتن و کشتی های بادبانی هم برای جمعیت های کوچک نمیتونن کشتی بادبانی بزرگ تجاری درست بکنن. به احتمال در همین زمانها که سطح اقیانوس خیلی پایین بوده، فاصله این چیزها، جزیره ها بسیار کم بوده، جزیره ها وسیع تر بودن و فاصله هاشون کم بوده، اون وقت میتونستن با قایق های کوچیک پادی یا پاروی خودشون رو برسونن. اگر تاریخچه توزیع انسان ها رو و انسان شناسی رو بررسی بکنیم، مخصوصا برای جزایر اقیانوس آرام، یه همچین حرف هایی میبینیم که تاریخ دان ها میزنن. اینو بیشتر بررسی بکنیم. در 20,000 سال تا 10,000 سال پیش کم و اینجا یه دوره گرم میبینیم، ولی خیلی کوتاه مدته. چقدر میشهدین؟ از این حتی هر کدوم چقدر؟ 2000 سال. در یه بازه 2000 ساله شدیدن آمده به همین یخبندان رسیده. ضمناً این یخبندان ها تا ارزای جغرافیای 45 درجه به پایین ترم دیده شده. یخ ها آثار که از خودشون جا میزنن، یخ که جمع میشه وقتی که فشار در زیرش زیاده، آب یخ در فشار زیاد آب میشه، بنابراین میلغزه و میلغزه میاد جلو، و وقتی که میلغزه میاد جلو همراه با خودش انواع اقسام سنگ و قلوه سنگ و ریز و درشت اینها رو میاره، و این رسوبات یخچالیه که بررسی میکنن و وسعت یخچال ها رو میتونن حساب بکنن که مثلا تا کجا یخچال آمده بوده. نقشه آمریکا رو اگر داشتیم، شاید یخچال ها تا حد وسط آمریکا هم بودن. نیویورک 50 درجه است و فلوریدا
25 درجه است اگر اشتباه نکنم. یا آریزونا 15 درجه 25 درجه و اینا هست. حالا متوسط بگیریم ببینیم 45 درجه کجا میشه. جایی که یه خط کوچک کشیده نوشته یانگر درایس، یانگر درایس یه گیاهه، خودشو با اینه خودشو با سرمایه اون سرماها میتونسته تطبیق بده. تو یخهای گرینلند پیدا میشه، تو یخهای گرینلند از اینا میتونین پیدا بکنین. وقت این تنها گیاهی که تونسته خودشو تطبیق بده. وقت در عرضهای جغرافیایی پایین تر خودشو با سرما تطبیق داده، یعنی با گرما نمیتونه خیلی کنار بیاد. در چیزهای پایین پیدا نمیشه. ولی وقتی که آثار اینا رو در سطحهای پایین پیدا میکنیم، معناش اینه که این یه زمانی بوده که عرضهای جغرافیایی پایین سرد بوده، اون وقت این گل تونسته درش بروید و لامال مناطق گرینلند و ایناست. ضمناً یه چیزم یادم رفت بگم، آثار آتشفشان‌ها رو شما میتونید در یخهای گرینلند پیدا بکنید. آتشفشان‌های اندونزی رو میتونید آثارش رو در یخهای گرینلند پیدا بکنید، برای اینکه مقدار زیادی از چیزا خاکسترهای آتشفشانی و گازهای آتشفشانی چیز از اکسید سلفوره. بله، اکسید سلفوره. وقت این وقتی که با آب آغشته میشه به صورت اسید سولفوریک میاد پایین، با اندازگیری میزان اسیدیته یا پی‌اچ یخهای قطبی، یخهای گرینلند شما میتونید اینها رو ببینید. الان یه منحنی دارم اون نشون خواهم داد بهتون. الان روی این منحنی یه خورده توجه بکنیم. اینجا گفته شد که منهای 45 درجه و بعد منهای 30 درجه الان و حتی پایین تر. از 20,000 سال تا حالا تغییر کرده. حالا این چند هزار سال آخر رو در این منحنی پایین ببینید. چند هزار سال زمان حال تا 10,000 سال گذشته. اون وقت از سرما میاد بالا، محورم نداریم در اینجا. پیشینه دما هولوسن در 6,000 سال 7,000 بین 7,000 و 6,000 سال بوده. پیشینه دما اون وقت سرد شده، دما بر حسب چی نوشته اینجا؟ یه مقدار تا زمان ما برسه سرد شده. اون وقت بالا پایین داره. اینجا یه علامتی گذاشته، یخبندان کوچک. این یخبندان کوچک متن زیری کتاب رو بخونید. در سده های 16 این تیکه را بخونم. اصل یخبندان کوچک در فاصله سال های 1450 تا 1890، این ها دوران های معاصره، زمان صفویه و ایناست، با تاریخ های خودمون اگر میخواییم مقایسه بکنیم، زمان مغوله، زمان
صفوی است. از یخمدان کوچک در فاصله سال 1450 1890 میلادی زمین دوباره به شرایط سردتر برگشت. این بازه زمانی عصر یخبندان کوچک نام دارد. نشانگرهای میانجی در سده های 17 و 19 دو دوره اصلی سرما را نشان می دهند. روی این شکل بخونید دیگه. این اگر چیز قرن 15 باشه، اینجا که اصل یخبندان کوچک گذاشته، این طرفش قصر سده 16 خواهد شد یه خورده بالا و بعد میاد پایین اصل 17 و سده های 17 و 18 هه. در زمان ما ببینید این اصل ناصرالدین شاه آخرین بله بله و شما سفرنامه های ناصرالدین شاه وقتی که از همین جاها میگذشته میبینید که از یخ و برف فوق العاده شدیدی که نمیدونم عرب شاه هم نمیتونست ازش بگذره چند روزها یا چند ساعتی در هر روز میباز برف زیرش رو پارو میکردن تا راه بیفته. این آب و هوای امروزی می نبوده صد سال پیش که اینا رو روی این منحنی ها شاید بتونیم ببینیم. وقت ولی بعد از اون داره چیز میشه. یه منحنی دیگه نشون بدم. خیلی جالبه این منحنی. تغییرات اسیدیته مغزهای یخی گرینلند از زمان حال تا 7000 سال گذشته. خیلی بلند نیست ولی 7000 سال گذشته. اون وقت مواردی بوده چی اندازه میگرفته؟ میزان سولفات قسمت در میلیارد. مثلا اونجا اعداد 300 و 200 روی محور قائم میبینین، یعنی 300 قسمت در میلیارد و صفرش هم قاعدتا باید کجا باشه؟ زمان حاضر باشه ها؟ یه جایی رو باید صفر گذاشته باشه. این علامت نگاه بکنید. آتششان ورزه به یه دفعه اسیدیته رو برده بالا در گرینلند. در ایتالیا آتششان شده، در گرینلند اسیدیته یخا رفته بالا. یکی آتششان تامبورا اندونزیه، تاریخ دقیقش اونجا هست، نزدیک چند صد سال پیشه. وقت در گرینلند اسیدیته یه چیز میری بالا در طول یک سال، دو سال، سه سال، برای اینکه در همین اندازه هم طول میکشه. غبار یا آتشفشان دو سه سال در جو میمونه و پخش بشه و بمونه. اینا نشانگرهایی هستند که میتونه اطلاعاتی بده از اقلیم های گذشته. اونا رو نمیدونم آیا آتش فشان بله اینا این دو تاریخ داره. در کووزف در ایتالیا چه سالی آتش فشانی کرد یا آتش فشان تامبورا چه سالی آتش فشانی کرد؟ اون یکی یه تاریخ داشت می نوشت ولی ظاهرا تاریخ نداره کجا آتش فشان بزرگی بوده. البته چند سال پیش
آتشان پیناتوبا فکر میکنم یه جایی رکوردش باشه در اینجا که خیلی معاصره. این شکل هم بد نیست. این شکل از 1860 تاریخ از عمر بیمار زیاد میشه. 1860 زمان فتح‌علی شاه. 1860 تا زمان حاضر 2015 سال به سال تغییرات دمای میانگین جهانی رو تغییرات دمای میانگین جهانی سطح زمین در طول 160 سال گذشته دمای میانگین سالهای 61-90 مبنا گرفته شده. اینی که صفر گذشته دمای میانگین اینجاست. اینجا این سال اگر 14 درجه منهای 14 نوشته یعنی از دمای میانگین این 14 درجه پایین تر بود. اینجا اگر این تیکه بالا رفته دمای میانگین دمای امسال به اندازه 0.1 درجه از مال امسال بالاتر بوده. اون وقت الان کمویش یک تصویر نسبتا خوبی باید بده که دما در همین در طول عمر ماها چجوری داره تغییر میکنه. در 1860 سرما داره، گرما داره، سرما داره. 1910 این تاریخیه که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بسته. الان هم یه سال یا دو سال این ور اومدش. اون زمان محمد علی شاه. دو سه سال بعد از اعلام مشروطیت. و یه سرمایه نسبتا شدیدی داره. ولی خب میایین به اینجا که میرسیم 1940 این زمان جنگه. جنگ جهانی دومه که ایران هم اشغال شده بود. این منطقه توسط روس‌ها اشغال شده بود. یه خورده بالاتر توسط آمریکا یا در تهران اشغال شده بود. کرمانشاه همون توسط چیزا انگلیسی ها. دماش مثل دمای این بود. ولی بعدا پایین آمده اینجا بالا میره. و این بالا رفتنی که نگران داره میکنه الان. اینجا رو من الان باید این رو بخونم سال 2010 تقریبا دیگه. چون هر کدوم از اینا 10 سال ها. 2005-2006 بعد. اون وقت این سایه ها فکر میکنم میزان عدم اطمینان در این ارقامی که داده میشه. این قرمزا متوسطه. این سایه که اینجا میبینین میتونه این علاوه یا منهای این دیکه از این ور و از این ور باشه. این هم که خب یه میانگینی که رد کرده براش. و اینی که الان اینجا را بخونین چقدر بالاتر 14 درجه شاید نیم درجه بالاتر از 1960 1970 بگیم وسط اینا را بگیریم 75 نیم درجه گرم شده نسبت به 1975.
این خوابم بخونید توضیح شکل 6-12. آها، و ما این میانگین یعنی چی؟ میانگین دمای کره زمین یعنی چی؟ اینو چجوری به دست میاره؟ بله، اینجا توضیح داده میشه منظور از این دمای میانگین چیه؟ میانگین دمای سطح زمین و هوای نزدیک به آن را در کل زمین نشان میدهد. روی تغییرات محلی و فصلی متوسط گیری شده است. بنابراین تغییر چند دهم درجه ای در دمای میانگین نشان دهنده تغییر قابل ملاحظه در انرژی گرمایی به دام افتاده در لایه های سطحی زمین و اقیانوس ها و جو است. و با توجه به اینکه گفتیم ظرفیت گرمای اقیانوسا بسیار زیاده و نیم درجه بالا پایین بشه، یه مقدار زیاد انرژی لازمه و که ذخیره شده باشه درش. تغییرات دمای متوسط از تلفیق گزارش های مختلف از دمای سطح زمین از سطح دریاها به دست آمدند. داده های زمینی از ایستگاه های هواشناسی موجود در نقاط مختلف در طول 160 سال گرفته شدند. داده های سطح اقیانوس ها و دریاها از بررسی 60 میلیون مشاهده گزارش شده کشتی های تجاری تخمین زده شدند. کشتی های تجاری طبق ضوابطی که دارن باید هر روز دمای آبش رو اندازه‌گیری بکنه، باد اندازه‌گیری بکنه، شرایط جوی رو باید اندازه‌گیری بکنه و ثبت بکنه. 60 میلیون از این داده ها رو بگیری و بشینی بررسی بکنی تا اینکه منحنی رو در بیاری. برای تلفیق مشاهدات زمینی و دریایی سطح زمین به مربعهای به طول و عرض جغرافیایی 1 درجه در 1 درجه تقسیم می شود. میانگین زمانی برای هر مربع به دست می آید و سپس میانگین میانگینهای زمانی همه مربعها حساب می شود و به عنوان میانگین جغرافیایی برای کل زمین منظور می شود. متوجه شدین؟ چی گفت؟ به 1 درجه در 1 درجه مثلا اطراف سنجن و در طول سال دماش اندازه گرفته میشه. 1 درجه در 1 درجه کنار دستش مال غزه، مال تهر. اینا رو برای کل کره زمین انجام میده، چه در خشکی چه در دریا. بعد که متوسط 1 درجه 1 درجه آمد، متوسط زمانی به دست آمد، این رو روی کره زمین جمع میکنه، تقسیم میکنه به تعداد مرباش. و خیلی چیزا هست در اینجا میتونیم بخونین. شبا معمولا سرده، روزا ساعت 2 اینطورا بیشترینه دیگه. کمترین دما 2 بعد از نصف شب، بیشترین دما 2 بعد از شب. اون وقت خب زمین اگر گرم بشه بیشینه دما بیشتر میشه، درسته؟ کمینه دما هم بیشتر میشه. ها؟ بله، هم بیشینه و هم کمینه بیشتر میشه. دا اینجا یه جمله هست. کمینه دو برابر، در بسیار از جاها کمینه دو برابر بیشتر از بیشینه است. تذکردین؟ کمینه دو برابر بیشتر میشه تا بیشینه بیشتر میشه.
این اگر یک دهم درجه بیشینه، اگر یک دهم درجه بالا رفته باشه، کمینه دو دهم درجه بالا میره. یعنی تفاوت دمای بیشینه و کمینه کمتر میشه. شده یعنی، نه اینکه دلیلشو بلدیم. این هم مشاهداتن. همین اثر گرم شدن همین درسته. همین اثر گرم شدن همین که تفاوت کم شده تفاوت بین بیشینه و کمینه. نه، خود بیشینه خود متوسط که هم ببین متوسط زیاد میشه، بیشینه زیاد میشه، کمینه هم زیاد میشه. همه چیزش زیاد میشه. منتها کمینه و بیشینه خودش یکی از چیز هست دیگه، یکی از پارامترهایی که گرادیان دما هست. بله. خود دما زیاد میشه، گرادیانش رو به این ترتیب داره حساب میکنه کم و بیش. بله. شبان روز. یکی دیگر از منابع اطلاعاتی در بررسی تغییر اقلیم، تغییر در تراز آب دریا هست که این رو به خوبی مشاهده کردین. میتونه 100 درجه بالا بره، پایین بیاد. مادام که گازهای گلخانه‌ای در جو حضور دارن، زمین گرم خواهد شد. این دوای میانگین که گفتیم مال زمینه، مال اقیانوسه و مال لایه‌های پایین چیزه، جوه. لایه‌های پایین بگیم گشت کره که حدود 7-8-10 12 کیلومتر جوه. بالاتر از اون پوشکره است. چیزی که اتفاق میفته وقتی که گشت کره گرم میشه، پوشکره سرد میشه. مونانی بالا دمای گشت کره است، لایه های پایین جو. مونانی پایین مال پوشکره است، لایه های بالای جو. وقتی که این پایینه، این بالاست. و وقتی که این بالا میره، این پایین میاد. علتش رو شاید بتونیم، شاید. این کلمات شاید و با احتیاط و اطمینان، اینا رو وقتی این کتاب میخونین خوب توجه بکنین. برای اینکه مسئله پیچیده ایه، با یه سیستم دینامیکی بسیار بسیار پیچیده داریم سر و کار داریم و به خیلی از فاکتورها احاطه نداریم. بنابراین اون چیزی که پیشبینی میکنیم، پیشگویی میکنیم، باید خیلی محتاط باشیم. و ممکنه که فردا یکی بیاد بگه من فلان فاکتور وقتی در نظر میگیرم نتیجه دیگری میگیرم. بسیاری از بگو مگو هم که کاهی میشنویم که یکی میگه زمین گرم میشه، یکی میشه نمیشه، یکی میگه انسان باعث شه، یکی میگه نه خیر انسان باعثش نیست. همش از اینجا ناشی میشه که سیستم اقلیم یه سیستم دینامیکی بسیار پیچیده است. عوامل زیادی درش هست و اشراف کافی نداریم که هر کدوم از این عوامل چگونه نقش بازی میکنه. حالا چی میخواستم بگم؟ اینجا در لایه اوزون در پوشکر است و اکسیژن در اونجا بخش التراوایلت تابش خورشید رو میگیره و تجزیه میشه و ترکیب میشه، اوزون تشکیل میده. اگر باشه، بنابراین التراوایلت گرفته میشه، اوزون. اگر نباشه، التراوایلت گرفته نمیشه. و در سالهای اخیر گفته شده که لایه اوزون نازک شده. معنای نازک شدن یعنی اینکه التراوایلت در پوشکره گرفته نمیشه. میتونه پایین بیاد و در پایین جذب بشه. پس بنابراین پوشکره سرد میمونه و گشت کره گرم میمونه.
شاید این یکی از عللش باشه. شاید خودی کربن دی اکسید عللش باشه. که کربن دی اکسید وقتی که زیاد میشه تابش از زمین به بالا رو راه نمیده، در زیر نگه میداره، لایه پایین گرم میمونه، لایه بالایی اگر میرفت بالا گرم میکرد اون اتفاق نمیفت. و در کنار کربن دی اکسید بقیه گازهای گلخانه‌ای، متان و اینجا نقش آتش فشانها رو اشاره کرده که آتش فشانها باعث تحولات شدن، احتمالا نقش ریزگردها اون هم ممکنه. فراموش نکنین آتش فشانها اثرشون وقتی که ظاهر میشن اثرشون خیلی شدیده، ولی یکی دو سال بیشتر دوام نمیارن. اگر قرار باشه 5 سال 10 سال هیچ آتش فشانی به وجود نیاد، چه داریم دیگه، این بازه های زمانی در دنیا به مدت 20 سال 25 سال آتش فشانی دیده نشه. بنابراین اون سیخایی که در اون منحنی آتش فشان دیدیم اینا فقط برای 1 سال یا 2 ساله، بعدش چیزی وجود نداره. بله میتونه اگر آتش فشان بزرگی باشه کمک بکنه به سرد شدن و گرم شدن بالا و پایی. استاد آتش فشان پینوتوبو است، بله. بله. چه سالیه؟ بله. ببینید اینجا رفته بالا، باید بگیم این نظیر اینه یا اون نظیر اینه، نمیدونم کدوم شده. یه آتش فشان دیگر نداره، چی کن، این رفته بالا، این آمده پایین، آگون این بالا، یه اختلاف فازی هم قاعدتا باید اینا داشته باشن دیگه. تا از این بخش میخوام، این کدوم بخش بود؟ اقلیم های دیرینه بود. خب میخوام از بگذرم، اگر صحبتی دارین اوزون در خودش تغییرات شبان روزی داره و روزا شروع میکنه بالا رفتن. وقتی آفتاب شروع کرد به تابیدن به یه قسمتی از جو، شروع میکنه به بالا رفتن و بعد شب که به تاریکی میره ریکامبینیشن انجام میگیره، یه تجزیه انجام میگیره، از بین میره اکسیژن، اوزون. این فاکتورها رو با چه سرعتی به وجود میاد، با چه سرعتی از بین میره، اینا رو باید در نظر گرفت که من اطلاعی ندارم. خیلی معتاد باشین وقتی که این حرفا رو داریم میزنیم. شما فقط تکیه کردیم به این معلوماتتون که اگر شب باشه اوزان نیست. ولی اوزون کاملا از بین نمیره در طول شب و یه مدت طول میکشه، یه مقدار میمونه تا آخر شب.
اینا رو باید چیز بکن در نظر بگیر. سوال رو بخشید. تمام عاملی که میتونه انقدر تغییرات بذاره روی پرقاش یخ ها، همون آتش فشانه که ما قطعا میگیم یا آتش فشان رخ داده؟ تا اونجا که من میدونم بله، برای اینکه این گازهای آتش فشانیه که یه مقدار زیاد گوگرد از خودشون پخش میکنه. البته در این 100 سال اخیر تمام چاهای نفت و خود نفت و خود تصفیه خانه ها یه مقدار کربن دی اکسید چیز داره، SO2 داره به هوا میدن، مخصوصا اون شعله هایی که میبینه سر چاه میسوزنن. توی تصفیه خانه ممکنه که این رو بگیرن، چون گوگرد رو میگیرن، گوگرد رو قبلا جدا میکنن بعد نفت رو تصفیه میکنن برای یه مصارف مختلف. ولی وقتی که گاز از چاه نفت میاد بیرون، همونجا چون کنترل نمیتونه بکنه میسوزونه. دیدین چیز رو سوال جنوب رو شب که نگاه بکنین اصلویه رو برین، اگر رفتیم دیدن از سلویه رو چراغونیه توسط این گازهایی که از چاهای نفت میاد بیرون. فقط هم ایران نیست، همه جای دنیا این همه گاز رو نمیتونن کنترل بکنه، همجوری میسوزن هم میره. وقت اینا دیگه سودی خالصه، فراون میره چیز به هوا. یا مثلا نمیدونم کارخونه مثل سرچشمه رو رفتیم ببینیم، کسی دیده؟ خب یه مقدار زیادی همین املاح مس که هست گوگردم همراهش، یه خاک رو که ذوب میکنن در یه مرحله ای چیز بکنن، مسش جدا بکنن، یا اکسیدای مس جدا بکنن، این SO2 آزاد میشه به هوا میده. تمام کارخانه های تصفیه مس، روی، آهن، چون یه مقدار زیاد گوگرد یکی از فراوان ترین چیز هست در دنیا و در عالم هم همینطوره. توی چیز نگاه بکنین به این نوشته های نجومی نگاه بکنه، اونایی که نوکلیوسینتسیس رو از فلزات رو بررسی میکنن، به شما خواهند گفت که چقدر در ستاره ها، در داخل ستاره ها در مراحل گوگرد تولید میشه. تمام عناصر سنگین در ستاره ها، در درون ستاره ها چیز میشه، تشکیل میشه. اون وقت به تناسب اینکه کدام عنصر پایداره و کدام عنصر ناپایدارتره، بایندینگ انرژی کدومش بیشتره و کدومش کمتره، اینا فراوانیشون در دنیا کم و زیاد میشه، در عالم کم و زیاد میشه. گوگرد و سلیس و اینا از نسبتاً بایندینگ انرژیشون بالاست، محکم به هم دیگه چسبیدن. به زحمت شما بتونین یه مولکول گوگرد رو، گوگرد چنده؟ گوگرد ظرفیت گرمایی چقدره؟ عدد اتمی گوگرد S چقدره؟ 32؟ جرمشو میگم، جرمش 32. اونه؟ آره. شما به زحمت بتونید، یعنی 8 پروتون تقریبا 8 نوترون دیگه، به زحمت بتونید این رو متلاشی بکنید. به وقتی که تشکیل میشه اینا تو شکم هم میرن، یه مقدار زیادی انرژی آزاد میشه. بنابراین وقتی که تشکیل شد میمونه، با آسانی به چیزهای دیگه تبدیل نمیشه. چون یکی از قوانین فیزیک اینه که هرچی در انرژی، سطح انرژی پایین تری قرار گرفته باشه پایدارتره دیگه. و اینه که گوگرد همه جا هست، مخصوصا در اکثرا در تمام سنگ های معدنی
که فلز استخراج میکنی درش گوگرد است و در نفت خیلی زیاد، در مس خیلی زیاد، در آهن خیلی زیاد. اصلا یکی از ترکیبات آهن پیریته، یه عنصرش چیزه. بله، که گوگرده. بله، اما این همه فولاد که توی دنیا تولید میشه ببینید که چقدر همراهش سودو باید بری بالا. این فقط آتششان نیست که این چیز میکنه. خب، سوال بس. سن یخها رو از رادیواکتیویته به دست نمیارن، از همین اکسیژن دلتا اوز 18 اکسیژن 18. نه، این در چه شرایطی؟ ببین، اگر هوا سرد باشه در حال در بخار آب نسبت O18 به O16 زیاده، کمه، کمتر از اقیانوسه. هر چقدر گرمتر باشه این عدد بالاتره، اقیانوس نزدیکتره. هر چقدر سردتر باشه به تفاوتش با مال اقیانوس بیشتر. اکسیژن 16 آسان‌تر تبخیر میشه تا اکسیژن 18. در هوای سرد برای اکسیژن 18 مشکل‌تره و در هوای گرم آسان‌تره. پس بنابراین این دلتا او 18 همون پارامتری که تعریف کردیم عددی است کوچکتر از 1، کوچکتر از 1/500. او 18 به او 16 گفتیم در حدود 1/500 عددی است کوچکتر از 1/500. ولی در هوای سرد، در یخ و در بخار آب این عدد خیلی کوچکتر است، 1/500. در هوای گرم نزدیکتر به 1/500. بنابراین این اون منحنی او 18 به او 16 رو میتونین به یک از روش یک منحنی دما هم بکشید. بخار آب اکسیژن 18 کمتر داره. وقتی که شرایط میامون براش بوج میاد اول اکسیژن 18 میفته پایین، یعنی اول اکسیژن 18ش جدا میشه بعد میره به سمت مناطق قطبی دیگه اکسیژن 18 تقریبا نداره، یعنی مناطق قطبی اولی که بهش میرسن قبلا اکسیژن 18شون تبدیل به باران شده و نزول کرده، به خاطر همین ابلای هستن که خیلی فقیرن از اکسیژن 18. درست. من دماغشو متوجه شدم که چطور رفت میدم این اصلاح سن لایه ها رو میگیم چی؟ سن لایه ها که مثلا میگیم این لایه که دماغش بودن هم باید باید باشه. حالا شما میگین که سن به چه ترتیب به سن نسبت میدن؟ اگر شما بدونین که این مغزه یخی رو که گرفتین اون بالایی مال سالهای جدیده، پایینی مال سالهای گذشته دیگه. البته خیلی پیچیدگی داره. مثلا اون کسی که از این کارا میکنه باید حساب بکنه که این برفی که آمده و روی برفای پایین تر فشار آورده ممکنه که از کنار هم آمده باشه و به زیرش نفوذ کرده باشه. خیلی ریزه کاری ها این آدم ها انجام میده. بله. اگر ترکیب
بله. یکی از راه‌های این هستش که در لایه‌های مثلا بالاتر تا همون 150 متر مثل حلقه‌های درخت میشه شمرد و دید. بله. یکی یکی میشه. چون در تابستان اون لایه شفاف میشه در زمستان که در ترمشی حباب داره. بعد به همین ترتیب لایه‌ها رو یکی یکی میشماره. در عمق‌های پایین‌تر چون فشار زیاده این لایه‌ها خیلی به هم نزدیک میشن، موقع از تکنیک‌های رادیواکتیو استفاده میکنن. اورانیوم 235 و 238. چند راه دیگه هم هستش برای تخمین‌های. یکیش همین میزان خاکسترهای مثلا خاکستره آتش بشن، یه مغزه رو از یه منطقه میارن یه مغزه رو از یه منطقه دیگه میارن. بعد اگر بعد هر آتش فشانی یه خاصیت خاصی خودش داره، مثلا اثر انگشت، اثر شیمش مار. بعد میتونن یک همبستگی زمانی مثلا از یه مغزه رو یه مغزه دیگه بدن. مثلا اگه تاریخ یه مغزه رو در بردن، چون میگن این لایه آتش فشانی اینجا بوده اونجا دیده شده، پس سنده اینا تخمیم میتونم بزنم. و چند تا روش دیگه هم کنید که من خواستیم. برای یه هفته دیگه یاد کنه یه بازی چیز اسه یه 750 کلمه ای داریم. میتونین دنبال همین کاری که داریم میکنین ادامه بدین. یه مطلب باشه، شاید اون بهتر باشه. این چیزی جامعه تری به دست میاریم. این ماله گرینلند. نمیدونم چقدر. اصلا نمیدونم اون ماله کجاست. اونم شاید ماله یه جاییه. یا متوسطه یه چیه. تغییرات دما در دوره هولوسن بیشینه دما در 6000 سال پیش روی داده. یخ بند. چیزی که این هم داره نشون میده اینه که بعد یخ بند داره میشون خدا ما کافش دما داشتیم تا زمان ما. او آخری رو باید با رزولوشن بیشتری در اون یکی منحنی ببینید دیگه. شما چرا حرف نمیزنید؟ و شما؟ شما چرا حرف نمیزنید؟ یه چیز پیدا کن آقا جان برای حرف زدن. خب. هوا و چرخ‌ها چند بار صحبت کردیم. ولی یه سوال دیگه هم شد. اینا اول همینجور فقط مثلا تو استوا فقط ارتفاع میگیرن به ارتفاع خاصی که رسیدن بعد شروع میکنن حالا به سمت قطب شمال و قطب جنوب حرکت میکنن یا نه این بالا رفتن از جغرافیشون هم عوض میشه؟ این معادله سیال در یک دستگاه مختصات چرخان. این نیروی کوریولیس. بنابراین اگر این رو حل کرده خب این مسئله حل نمیشه برای چیز چون تراکم ناپذیر هم نیست. آه. همه نیروی خارجی هم داره. چرا؟ کامپیوتر حل میکنه. کامپیوتر حل میکنه. این هم چسبندگیشه. نیروی کوریولیسه. یه جا گریز از مرکز هم میباز اضافه میکردم.
اون رو فرض کنیم این تو رفته. و این ماده اویلره ناوی استوکس بگیم دیگه وقتی که چیز اضافه کرد. مدل سازمون آقای نقویه. ببینم اگه پیدا کردم، صبح دیدم. پیدا کردم بهش بگم که بیاد مدل اقلیم رو که داره چیز میکنه، عمل میکنه، اون رو با جزئیات بیشتری به ما بگه. اون چیزی که من توی کتاب دارم خیلی ابتدایی و مقدماتی، ولی اون عملا میتونه حساب بکنه. جان رکورد 100 ساله نداره، ولی 50-60 سال داره. اون وقت بهترین آدمی که این اطلاعات رو داره آقای دکتر آبدینیه. دکتر آبدینی ذاتاً هواشناسه، یعنی از هواشناسی آمده به فیزیک. توی دانشگاه هستن؟ دانشگاه زنجان، ولی اینجا رفت آمد میکنه. و غیر از اون چیز وحید موسوی، وحید موسوی هم امروزا سرش به این چیزا مشغوله، اونم شاید بدونه که از کجا بگیرین. ما اون مقاله در ساینس خونده بودم، وقت داده بود یه مدل رگرسیون پیدا کرده بود بین میزان بارش و میزان تغییرات دما با افزایش جرم و جنایت. یعنی من سه تا اینفارمت رو داشته باشم، میتونم اون مدل رگرسیون برای زنجان در بیارم که تو زنجان آیا با افزایش دما، کاهش بارش و اینا جرم و جنایت افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده. یعنی به این ریزی که شما مثلا من آمار مراجعه به دادگاه ها رو نمیدونم، میزان طلاق و میزان دعوا ها رو اینا رو و پارامترهایی کردم در چه سالی خوشسالی شده، در چه سالی مثلا اگه مثلا خوشسالی شده باشه خب مردم پول کمتری داشتن احتمالا، بعد درگیری ها شاید بیشتر شده، دزدی ها بیشتر شده، بعد وقتی که هوا خوب بوده خب اشتغال و کشاورزی و همین خوب بوده، خواهی تانه ها جمع جمعیت اومده خواهیم. یعنی در حتی مقیاس کوچکی یک شهر فکر میکنین چیز بوده؟ بله، حتی اینا برای یک ساختمان، یک آپارتمان در یک ساعت هم میتونن حساب کنن. یعنی یک ساعت مثلا یا در یه شب روز که دمای هوا رفته بالا در یک مجتمع آپارتمانی چقدر مشکل آدم ها پرخاشگرتره. بله، از اون بازه گرفته تا بازه اسکیل های مختلف رو بررسی کردن. اسکیل های مثلا 12000 سال گذشته رو بررسی کردن، کدام امپراتوری در چه زمانی کجا مثلا سقوط کرده. مثلا دیدن که مثلا در یک امپراتوری بکنم اکتای بوده در همه سوریه بعد از یک خوشسالی سقوط کرده، دمای زمین رفته بالا، بارش اومده پایین، تا کاملا مشخص امپراتوری فلان در که چه سالی سقوط کرد، امپراتوری در چه سالی چه جنگی رخ داد و اینا کوریلیشن دادن با افزایش دما و کاهش دما و که تاثیر گذاشته رو بارش. این همون سالی نبوده که سعدی میگه چنان خوش سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق؟ نه، خیلی قبل‌تر بوده. از اون قبل‌تر بوده؟ ارتش اینا معمولا آمار بهتر نگه میدارن، مرتب ترن، برای این طبق فرمان باید یه چیزی رو مو به مو اجرا بکنن، ولی بقیه اداراتمون نه. هواشناسی مرتبه چون بالاخره کارش همین داده گرفتنه. داده های دادگستری رو جز من الان یه وکیل میاد با من نهار بخوریم، میخوایی بیا بپرسیم ازش. یه وکیل دادگستری. با
بد نیست بشینیم فکر بکنیم. یعنی این کلاس درسمون رو صرف این نباشه که ببینیم که من میام اینجا چی میگم و شما چی میشنوید. یه خورده بیشتر فکر بکنیم. مسئله بسیار بسیار وسیعیه برای هر نوع فکر کردن، برای هر نوع سلیقه‌ای مسئله وجود داره. برای هر نوع گرایشی مسئله وجود داره دربارش فکر بکنید. شما مثلا این رو وقتی از من میپرسه، من معادله رو بهتون میتونم بدم. ایشون وقتی این حرف رو میزنه به دادگستری میتونیم حواله بدیم. یا به سازمان هواشناسی یا به جاهای دیگه. بسته به اینکه چه چیزی در ذهنش باشه. بالاخره میتونیم به یه ترتیبی ببینیم که میگنجه در قالب این بحث همون یه نه. که در بسیاری از موارد میگنجه. فقط لازمش اینه که فکر بکنیم. چون خیلی از دانشجویان ما فکر کردن رو وظیفه خودشون نمیدونن، خوندن رو وظیفه میدونن. و سلام. توجه کردین شما دانشجوها که این خاصیت رو دارین؟ فکر کردن رو وظیفه نمیدونین، خوندن رو وظیفه میدونین. خب، تمام بکنیم. مرسی.